بالاترین سطح خود رسیده و روز عید فطر خامنه ای نسبت به وجود تضاد بین سه قوه هشدار داد. وقتی خامنه ای این تضاد رو در علن مطرح میکنه، عمق تضاد بین سران سه قوه چگونه است؟ چقدر باید این تضاد رو جدی گرفت؟ آیا راه حلی در پیش روی خامنه ای برای حل بحران های کشور وجود داره؟ همراه میشیم با آقای علیرضا مدنچی در استودیو. به شما خوش آمد میگم آقای مدنچی، خیلی خوشحالم که امروز همراهمون هستین. می‌خواستم نگاهی کنیم به صحبت‌های خامنه‌ای و تأکیدی که کرد، گفتش که این سه قوه با هم همکاری کنن و مانع همدیگر نشوند، کارها به جز گره نمی‌خوره. می‌خواستم این سوال رو بپرسم که مگه این سه قوه مشخصاً در هماهنگی با خامنه‌ای انتخاب نشدن و خلاصه کار نمی‌کنن؟ اختلافات بین اینها چقدر جدیه که این چنین خودشو نشون داده و اصلا اختلافات حول چه موضوعیه؟ بله. خب شما چند تا سوال رو در قالب یک سوال مطرح کردید. ببینید، حتما که این تضاد و اختلافات خیلی جدیه. اگر جدی نبود خامنه‌ای نمی‌اومد در علن مطرح بکنه. لابد که قبلا و پشت پرده بارها اینا رو صدا کرده، گوششون رو کشیده، کما اینکه قبلا هم بارها خامنه‌ای گفته که من بیش از اینکه در چیز مثلا علنی این حرفا رو بزنم، در دیدارهای خصوصی که با خود عوامل رژیم دارم و با سردمداران رژیم اینا رو تذکر میدم، گفتم و باز هم میگم، یا مثلا ما اطلاعاتمون خیلی بیشتره، توقعمون خیلی بیشتر از این چیزی است که شما مطرح میکنید در دیدار با دانشجویان و اینا. خب این یک کیفیته که خامنه‌ای ناچار شده بیاد اینا رو، همین حرفا رو در علن بزنه، به این علت که خب اولا قضیه خیلی آشکار شده دیگه، قابل پنهان کردن نیست و اون حرفایی که هر روز توی مجلس میزنن خب حرفای کمی نیست. آخرین بار یکی از همین نماینده های مجلس به نام مجلس ارتجاع، به نام قطب آبادی، این خطاب به رئیسی گفتش که همونطور که بسیجی ها زمان جنگ میرفتن روی مین، شما هم لازمه که روی مین استعفا برید. این قبلا مثلا این ابراز نارضایتی و اینا مطرح میشد و توی روزنامه ها یا سایت های رژیم هم جست گریخته از حواشی رژیم مثلا مسئله استعفا رو بر مطرح میکردن و به طوری که این ناکارآمدی شده بود اسم مستعار دولت رئیسی، که میگفتن این توان حل مسائل رو نداره یا تیم اقتصادیش اینجوریه، سایر اطلاعی از کشورداری نداره. خب اینا رو همه میگفتن، اما وقتی در مجلس مطرح میشه خب یه کیفیت دیگه است. این هفته توی نماز جمعه یا نمایش جمعه ارتجاع در تهران، آخوند صدیقی که گماشته خامنه ایه و همیشه قربون صدقه همین رئیسی میرفت، ضمن مثلا یه تعارفاتی که در مورد رئیسی کرد و اینا، اما گفتش که چرا مسئله خودرو رو حل نمیکنین، چرا مسئله گرانی رو حل نمیکنین، مردم به سطوح اومدن. اینا وقتی اینا اینجوری مطرح میشه خب معلومه که دیگه کار خیلی بیخ پیدا کرده. پرسیدید که خب مگه اینا از یه باند نیستن؟ خب چرا از یه باندن؟ خامنه‌ای هم با این هدف اینا روی کار آورده، اصلا دستگاهش اینجوری چیده بود. یک جلاد شناخته شده پیشانی سیاه، جلاد 67 به نام رئیس گروه در قوه مجریه، یک پاسدار به قول خودش چوبزن کف خیابون رو که پاسدار قالیباف باشه اومد گذاشت در مجلسش، در به اصطلاح قوه مقننه، یک جلاد و آدمکش حرفه‌ای که گوشخوار هست و به نام اژه اینم گذاشت بالای همه دشخیمان قوه قضاییه و فکر میکرد که اینجوری به صورت دولت نظامش رو یک دست میکنه و این هر ستا که مطیعش هستن و میتونه اینجوری اداره بکنه. ولی خب درش مونده. در همین صحبت با دانشجو هم یک جمله جالبی داشت، وقتی همین دانشجو که عرض میکنم مسامحتن دارم میگم دیگه، اینا همه عوامل بسیجی رژیم در دانشگاه ها بودن، یعنی عوامل سرکوبگر رژیم در دانشگاه ها، خطاب به اونا که اعتراض میکردند و روی ناکارآمدی مثلا دولت رئیسی دست می‌ذاشتن، این گفتش که یک نفر زمان خمینی همین چیزی داره که مطرح کرد، خمینی بهش گفتش که مملکت داری اداره مملکت سخته.
این به اصطلاح توجیه و این چیز کاملا نشون میده که چطور در بنبست قرار گرفته و هیچ راه دفاعی، راه توجیه نداره. قبلا خامنه ای می اومد و میگفت، سعی میکرد که اوضاع رو به اصطلاح بر وفق مراد نشون بده، میگفت ما در خیلی از زمینه ها پیشرفت کردیم، نمیدونم دانش بنیان ها اینجوری، نمیدونم نانو اونجوری، در رتبه 13 علمی در دنیا هستیم، از این اباطیل و دروغ ها و اینا سر هم میکرد و ما هیچ بنبستی نداریم و قادر هستیم که بر همه مسائل بجیبه. اما الان ناچار هستش که بیاد بگه که آقا ما در اقتصادمون مشکل داریم، ضعف داریم، مردم سخت میگذره بهشون. خود رئیسی ناچاره که علی‌رغم همه دروغ ها و به اصطلاح حرفای مسخره که از پیشرفت و اینا میزنه، که همین شدت پیشروی ما و شدت پیشرفت ترقی ما هستش که دشمنان رو واداشته که این توطئه ها رو علیه ما بکنن، اما ضمن این مثلا میگه که خب آقا یعنی خامنه ای از گرفتاری های مردم و از این وضعیت که از رنج میکشن. خب ببینید وقتی که وضعیت اینجوری میشه، این دولتی که مثلا نظام یک دست هم زیر فشار این فشارهای اقتصادی و اجتماعی شکافاش باز میشه. بله خامنه ای با این نیت اینا رو آورده بود سر کار که شکافهای درون رژیم رو ببنده و با این بسیار دولت یک دست و نظام یک دست بتونید برابر جلوی قیام صد ببنده. خب ببینید در این هدف شکست خورده. اولا که شاهد قیام بودیم در مدت 6 ماه که روز و شب فریاد می زدن، همین الان هم جریان داره که مرگ بر خامنه ای، خامنه ای ضحاک می کشیم زیر خاک، فساد گرونی میریم تا سرنگونی، فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی، و این فریادها از سراسر ایران بلند بود. خب اینها بی تأثیر که نیستش، که تأثیرات خودش رو اینجوری میبینیم که ضرباتی که به رژیم وارد شده الان میبینیم که سر باز کرده و بین قوای سگانه، یعنی در بالاترین سطح رژیم این شکاف ها آشکار شده. حالا این شکاف ها به چه دلیل آشکار میشه؟ فشار از پایین و وحشتشون از چشمانداز آینده اینا رو ناچار میکنه که بالاخره به رئیسی که به اصطلاح رئیس قوه مجریه است و باعث اینا رو به اصطلاح حل و فصل بکنه، اینا رو مثلا یه کاری بکنه. یکی از اعتراضات اینها همین وضعیت به اصطلاح صنایع و تولیدات و اینا است. خامنه‌ای گفته بود که مهار تورم و رشد تولید. شما ببینید هنوز 1 ماه از سال نگذشته ما با یک افسار گسیختگی عجیبی در تورم مواجه هستیم. تورمی که قبلا گفته میشد مثلا 40% یا حدود 50%، الان توی همین فروردین ماه ما در مواد غذایی 70%، به قول خودشونا یعنی آمارهای رسمی 70% مثلا تورم داشتیم و در بعضی از کالاها تا 200%. خود رژیم همینا رو چیز میکنه. مثلا این نماینده‌های مجلس به عنوان یکی از چیزایی که دیگه اهرامش کاملا دست خود رژیمه، خودروسازی یه مرتبه مثلا 40% قیمت خودرو شد برده بالا در عرض همین 1 ماه، و پرایدی که قبلا تا چند وقت پیش 100 میلیون تومان بود الان رسیده به 300-400 میلیون تومان، که اینا حتما سرشکم میشه روی بقیه بسیار مسائل. خود رژیم ناچاره که بیاد قیمت حمل و نقل رو از تاکسی تا اتوبوس تا مترو اینا رو 40-45% تا 60% در واقع اینا رو افزایش بده. خب اینا کارد رو به استخون مردم رسونده. الان جوشش شرایط عینی و همین فقر و فلاکت مردم خب وحشت زده میکنه عوامل رژیم رو، و این کشیده میشه به بالای دستگاه. خب این یک قانونه. بحران در درون رژیم حاصل چیه؟ حاصل بحران های اجتماعیه. اینا سرریز میکنن در رژیم و اون به اصطلاح دولت یکی دستی که خامنه ای در دولت به معنی عام نظام دارم عرض میکنم در رویاهای خودش میپروروند که به این ترتیب مثلا جلو قیام رو بگیره، باعث شده که اولا که جلو قیام رو نتونست بگیره. این یک شکست. شکست بعدی الان میبینیم که همین رویای به اصطلاح دولت یک دست هم چطور تبدیل به کابوس شده و خامنه ای ناچار بیاد که در علن بگه که اینها اگر به طور کامل با هم دیگه همکاری بکنن و نمیدونم همدلی بکنن کارها پیش نمیخوره. ببینید در همین حرفاش چند تا
اعتراف است. یکی اینکه اینا با هم همکاری و همدلی ندارن، دوم اینکه کارها گره خورده و پیش نمیره و علی رغم این همه حرفایی که زده، خب این نشون دهنده در واقع بنبست و به انتهای خط رسیدن رژیمه وقتی که خود خامنه‌ای میاد به اینا اعتراف میکنه. حالا مدنشی اگه مشخصا قالیباف و رئیسی رو تو این مخاصمات و تو این رأس نظام از این سه سر شاهد تقابلشون هستیم به عنوان دوتا باند، اگه بخوایم در نظر بگیریم قالیباف و اژه‌ای، قالیباف و رئیسی، بله قالیباف و رئیسی، بله، خامنه‌ای طرف کدوم باندو به نظرتون میگیره؟ از نهایه منظورم اینه که به هر حال رئیسی رو برای سرکوب آورده بود و مشخصا سرکوب و قیامی که تو جامعه وجود داره، از طرفی هم میبینیم که خب قالیباف و اینا به سمت انعطاف یا حتی بر صحبت‌های دیگه هم کرده بودن، اما از نهایه اگه بخوایم نگاه کنیم خامنه‌ای سمت کدوم برای به نظرتون میگیره؟ ببینید اولا که در این بین این سران سه قوه دو قوه یه طرف هستن، یعنی قالیباف و اژه‌ای، رئیسی یه طرف دیگه است. به همون دلیل که گفتین دیگه این به اصطلاح مجری، به اصطلاح رأس قوه مجریه است و همه چیزاش سر اون سرشکن میشه دیگه. و خب درسته که این هر سه به اصطلاح این رأس رو خامنه ای آورده بود برای یک دست کردن نظام، درسته که در ماهیت اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، اما اون به اصطلاح پروژه انقباض که ازش صحبت میکنیم شاخصش رئیسیه. رئیسی جلاد 67 رو خب اون دوتا رو خود خامنه‌ای منصوب کرد بدون چیز اینا رو برای تکمیل کار رئیسی، برای تکمیل کار رئیسی، برای پشتیبانی رئیسی، پشتیبانی از رئیسی. ولی اون مهندسی که خامنه‌ای کرده بود و خیزش رو از 4 سال پیش برداشته بود، یعنی در دوره دوم روحانی می‌خواست خامنه‌ای رئیسی رو بیاره سر کار و نتونست. اونجا روحانی با مطرح کردن اینکه یک کسانی فقط زندان و اعدام بلد هستن و اینا، با مطرح کردن این، یعنی با گذاشتن این بر که این رئیسی همون جلاد 67 خامنه‌ای دید که اگر اعدام پیدا بکنه اوضاع خیلی خراب میشه و مهار از دستش در میده، پذیرفت که روحانی بیاد برای دوره دوم سر کار. از یعنی از 6 سال پیش خامنه‌ای خیز برداشته بود که رئیسی رو بیاره. چرا؟ چون که با این می‌خواست همین کارا رو پیش ببره، یکی سرکوب رو، یکی غارت رو، و اینجوری می‌خواستش که جلوی خودش میدونست شرایط اجتماعی چجوریه، رئیسی رو می‌خواست بیاره که از به عنوان یک جلاد شناخته شده 67 که حکم هزاران اعدام رو داده اینجوری جامعه رو مرعوب بکنه و جلو قیام رو بگیره. البته در این فاصله ما شاهد کرونا بودیم، کرونا که خامنه‌ای هم در این آتشش دمید، 2 سال برای خامنه‌ای وقت خرید، یعنی 2 سال قیام رو به عقب انداخت، اما به هر حال قیام واقع شد علیرغم اینکه خامنه‌ای رو رئیسی رو آورده بود. یعنی پس در دو هدف که داشت از آوردن رئیسی، یکیش صد بستن جلو قیام بود و مقدم بر این یک دست کردن نظام. خامنه‌ای در این هر دو شکست خورد. یعنی این شکستی که خامنه‌ای خورده که شاخصش هم رئیسیه، این یک شکست استراتژیکه. یعنی مثلا ببینید یه مخصش که خامنه‌ای با آوردن احمدی‌نژاد هم شکست خورد. آوردن احمدی‌نژاد هم یک خواب و خیال‌هایی داشت و دیدیم که آخر سر در دوره دوم احمدی‌نژاد چجوری شاخ شده بود در برابرش. اما این یکی فرق می‌کنه به خاطر اینکه شرایط متفاوته، به خاطر اینکه اصلا رئیسی که کاره هیچ وقت در این نظام نبوده، به دلیل همین جلادیش و اینا خامنه‌ای آورده بود که جامعه رو مرعوب بکنه، نتونست. بنابراین آره بین این سه تا اون چی که برای خامنه ای اهمیت بیشتر داره، یعنی یک محسوب میشه، رئیسیه، به خاطر اینکه شاخص سیاست انقباضی خامنه ای رئیسیه و اونقدر این براش اهمیت داشت که بخش بزرگی از رژیم رو قربانی کرد جلوی پاش و کسایی مثل مهره های مثل لاریجانی رو، لاریجانی توی این رژیم کم آدمی نبود که سالهای مجلس رژیمش رو اداره کرده بود و در همه جنایات رژیم دست داشت، این رو کنار گذاشت به خاطر اینکه می‌خواست رئیسی رو بیاره. بنابراین آره اگر سوال اینه که بین این دوتا کدوم برای خامنه ای اهمیت داره، البته رئیسی. اینا البته از یک باند هستن، ولی به همون دلیل که عرض کردم با سرریز کردن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی به درون رژیم، الان می‌بینیم که این شکاف ایجاد شده، اون دوتا در واقع یک طرف هستن و رئیسی یک طرف. حالا آقای مدنچی برای پاسخ به همین بحران‌های سرریز شده در درون رژیم، ما صداها و به قول معروف راه‌حل‌هایی هم از درون رژیم برخی اوقات می‌شنویم. به طور مشخص یه سری اصلاحاتی‌ها در درون رژیم صحبت‌هایی می‌کنن، به طور مثال
آخرینش همین روزهای جمعه و شنبه جلسه بود تو فضای مجازی برگزار کردن و اساساً به حرف اونها اگه گوش بدیم می‌بینیم که راه حل اونها بر رفراندوم و تغییراتی این چنینه. اما می‌خواستم بپرسم از شما که این ایده‌ای که اونها مطرح می‌کنه، حالا همین صحبت رو به نوعی از روحانی هم قبل شنیده بودیم، از موسوی هم شنیده بودیم، این ایده اونها مشخصاً توی حاکمیت ولایت فقیه و وجود خود خامنه‌ای چقدر میتونه به واقعیت بیانجامه و این راه حل رو چطور می‌بینید؟ یا خصوصاً راه حلی نیستش که. چرا؟ چون که خامنه‌ای جواب اینا رو اگر حرفشون رفراندوم پیشاپیش داده، رفراندوم بی رفراندوم خامنه‌ای حرفش داده نمیشه من رفراندوم بکنیم. اشارتون به هم صحبتی که با دانشجو، بله با دانشجو داشت، اونجا گفتش که نمیتونیم که برای سر هر چیزی رفراندوم بکنیم. این حرفو دانشجو هم بسا همون بسیجی ها مطرح کرده بوده و بعد گفتش که کجای دنیا این کار رو میکنن و این دو قطبی میشه، نمیدونم. آخرش هم گفتش که خب خیلی از مردم توان تحلیل ندارن. که خب اینا اومدن خیلی راجع به این رفراندوم حرف زدن. اینا اولا حرفشون در داخل رژیم نه مبنای قانونی داره و نه اصلا امکان پذیره. اولا امکان پذیر نیست به دلیل اینکه خامنه‌ای جلوش ایستاده. اینا میخوان راجع به چی رفراندوم بکنن؟ راجع به نمیدونم برجام و نمیدونم حرفایی که سه تا چیزایی که گفتن، اینا که حرفه، اینا که بازیه. که اگر قراره که سر یه چیزی از مثلا مردم رفراندوم بشه و رفراندوم مثلا جدی باشه، خب باید سر اصلا خود نظام باشه، خود خامنه‌ای باشه، خود خامنه‌ای آره یا نه، ولایت فقیه آره یا نه. خب معلومه که هیچ نه خامنه‌ای نه هیچ نظام دیکتاتوری نمیاد در مورد مثلا بود و نبود خودش رفراندوم بگذاره. اگه قرار بود رفراندوم بگذاره دیگه دیکتاتوری نبود که. اینا خودشون رو دارن سرگرم میکنن و میخوان که، و به نظر من رژیم هم از این کار استقبال میکنه. چرا استقبال میکنه؟ به خاطر اینکه مسیر انحراف، اول حرف اینا چیه علاوه بر اون فصل مشترک اینا خشونت پرهیزیه. من بعضی از این حرفاشون رو یادداشت کردم. مثلا میگن که برای نجات از این حکومت باید گذار مسالمت آمیز و کم هزینه را باید دنبال بکنیم. بفرمایید دنبال بکنیم. من شما سالها هم این کارو نکردید. بعد اگه اینا خودشون رو به اصطلاح اصلاحاتی یا به اصطلاح اصلاح طلب میدونن، خب اول باید تکلیف خودشون رو با نیرویی که در صحنه بوده و از 40 سال پیش در برابر این رژیم ایستاده و آلترناتیو حقیقی و تنها آلترناتیو واقعی هست با اون تکلیفشون روشن بکنن و بگن که بالاخره این همین حرفا رو که این رژیم اصلاح پذیر نیست، جز حرفا اینا هستش، این که این رژیم تن به رفراندوم نمیده، این که همه حرفایی که به حساب میزنن، اینا رو خود یک نیروی از 40 ساله که داره مطرح کرده و بهاش داده و خونش رو داده. بنابراین وقتی اینا میان، شما پرسیدید که چرا رژیم از اینا استقبال میکنه؟ برای اینکه اینا مبلغ در برابر تنها راه حل واقعی ایران که همون راه آتش و تشکل حول آتش هست، یعنی همون کانون‌های شورشی، اینا دارن یک راه انحرافی رو به جامعه میخوان نشون بدن که البته جامعه اینا تحویل نمیگیره. که جامعه بر اساس تجربه 40 ساله خودش، مردم ایران 40 و چند ساله میدونن که هیچ چیز به غیر از آتش جواب این رژیم نیستش، یعنی راه حل واقعی بحران ها رو. بله. یکی دیگه از نشانه های این که رژیم از این حرفا استقبال میکنه، حداقل 5 نفر از اینایی که اسمامشون رو من دیدم، اینا از داخل زندان تماس گرفتن و توی اون به اصطلاح گفتگو تو اون کلاب هاوس شرکت کردن. خب اینا معلومه که رضایت رژیم رو داشتن که بیان اینجا. اصلا مگه خط رژیم چیز جدیدیه؟ مگه همون خط معروف 80-20 نیست که شما 80 تا به رژیم بزنین ولی فقط 20 تا، که البته از 20 تا به مجاهدین بزنین، که البته رژیم از این هم کوتاه اومده، میگه که 90 تا بلکه 95 تا به رژیم بزنین. حتی گفتن که علنا و صراحتا که مرز سرخ ما خود خامنه‌ای نیست، هر چی میخواین علیه خامنه‌ای بگید، مرز سرخ ما یکیه و اونم مجاهدینه. الان اینا اومدن همین حرفا رو بر مطرح میکنن. به لحاظ خب همین رفراندومی که اینا میگن به لحاظ اجرایی و عملی هم، علاوه بر اینکه حالا قبل از همه این چیزا خود خامنه‌ای باش مخالفه، رفراندوم رو خامنه‌ای باید تصویب بکنه دیگه و شورای نگهبان، کی میخواد این رو راه بندازه این رفراندوم رو؟ آیا از مثلا خارج کشور یک قوه بین المللی باید این رفراندوم راه بندازه؟ این اصلا چیز همچیزی متصوره؟
اونم که خامنه ای هم که جواب خودش داد. بنابراین اینا آب در هاون میکوبن و یک مصرف هم برای رژیم بیشتر ندارن، یک فایده، اونم این که جلوی این خط آتش و خط قیام بسا قهرامیز، اینا میخوان یک جاده انحرافی باز بکنن و یک مدتی هم بسا مردم رو اینجوری سرگرم بکنن، که البته دیگه خیلی دیره برای اینجور نمایش ها و بازی ها. بله، بسیار سپاسگزارم. به خصوص که شما اشاره کردین که تنها راه حل در برابر این رژیم قیام است و سرنگونی. بله. خیلی ممنون آیمدن چی از حضورتون در این گفتگو و اینکه وقتتون رو به ما دادین. توی سر متشکرم از فرصتی که به من دادین. درود بر شما.